سلام دوستان رفقا. ما در تورنتو با مناسبت پشتیبانی از مبارزات مردم ایران و پشتیبانی از خانواده های جان باختگان در اینجا جمع شدیم تا همبستگی خود را نسبت به این خانواده ها اعلام کنیم و انزجار و تنفر و خشم عظیم خود را نسبت به جمهوری کشتار اسلامی اعلام کنیم. اینجا دوستان هستن که میخوان در این رابطه هر کدوم چند دقیقه صحبت کنن. بدم یدی محمودی بفرمایید. با تمام قصه و ناراحتی و درد و رنجی که از درد و رنج مادران داغ دیده دارم، ولی این حکومت تبهکار و جنایتکار که بیش از 40 سال خون افراد و خون مملکت ایران رو در توی شیشه کرده و تمام جنایاتی که میشد یک جانی انجام بده انجام داده، محکوم میکنم و امیدوارم که روزی مملکت ما، جوانهای ما نفس آزادی رو تجربه کنه. برای مملکت ما ایران آزادی به ارمغان بیارن. همه ممنونم. مرسی. درود بر شما. درود بر شما. یدی محمودی. ما اینجا هستیم تا در دفاع از مبارزات مردم ایران و علیه توحش حکومت جانیان اسلامی اعتراض کنیم. ما اینجا هستیم تا 40th day مردم وفا خواسته ایران را گرامی بداریم و یک بار دیگر پیمان ببندیم تا سرنگونی حکومت داعش های حاکم بر ایران از پای نخواهیم نشست. حکومت اسلامی در آبان ماه چه کاری کرد؟ از روز تولد با کشتار، با جنایت، با ترور، با خفقان، با اعدام، با شکنجه سرکار اومده و تنها راه سرنگونی حکومت فاشیست های اسلامی، اتحاد و مبارزه مردم سراسر ایران علیه این وحوش است و به همین مناسبت روز 5th day در سراسر ایران قرار است اعتراض به حکومت جلادان اسلامی بشه و ما اینجا پیشا پیش به استقبال این روز می رویم و بار دیگر پیمان می بندیم تا سرنگونی حکومت جلادان اسلامی از پای نخواهیم نشست. مرگ بر جمهوری اسلامی. مرسی یدی محمودی. سخنران بعدی محمود احمدی بفرمایید. تصور بکنید مادری که میره جنازه بچهش رو ببینه، پشت سرش نیست. من همین الان که داشتم میومدم یه دونه ویدیو رو دیدم، مادر گریان داشت میگفت وقتی رفتم جنازه بچه‌مو ببینم سرشو پلاستیک کشیده بودن، پلاستیکو زدم عقب، ابروهاشو ماچ کردم، لبشو ماچ کردم، گونهشو ماچ کردم. پسرم زود بود که مرد. پسرم باید بیشتر مبارزه میکرد. پسرم برای آزادی مبارزه کرده بود و کشتنش. تصور بکنید هممون ممکنه پدر باشیم، مادر باشیم، ممکنه برادر باشیم، خواهر باشیم. تصور بکنید که ببینیم عزیزمونو یک لحظه خودتونو جای اون پدر، مادر، برادر، خواهر بذارین و ببینین که چه بلایی این رژیم بر سر عزیزتون آورد. مطابق آماری که خود این جانیا دادن، بیش از 1500 نفر جان باختن توسط گلوله، که اینها از
به پیشونیشون، به قلبشون، به قلب این عزیزان میزنیم. اما کسایی که در آبان 98 جان باختن، اینها وصلن به خرداد 60، کسانی که در زندانها به سر میبرن، وصلن به زندانیان سیاسی که در عمر ننگین رژیم جمهوری اسلامی با شعار زنده باد آزادی، با شعار زنده باد برابری، با شعار مرگ بر رژیم اسلامی، با شعار نه به استثمار، با شعار زنده باد سوسیالیسم سینه‌شون رو سپر کردن در مقابل گلوله‌های رژیم اسلامی و جان باختن. ولی ما یه چیز رو تضمین میکنیم، مردم یه چیز رو تضمین میکنن که رژیم ننگین جمهوری اسلامی رفتنیه و همونطوری که مردم در خیابان‌ها بودن در بیش از 200 شهر در آبان 98، همونطوری که مردم در خیابان‌ها بودن برای آزادی و برابری، ما این رو تضمین میکنیم: آزادی، برابری، رفاه، زنده باد آزادی و برابری، مرگ بر رژیم اسلامی، مرگ بر رژیم. مرسی. محمود احمدی، پدر پویا، مادر پویا، تمام خانواده پویا، اکثرشون بر این قول اتفاق داشتند. پویا آزادی خواه بود، برای مردمش آزادی میخواست، رفاه میخواست، امنیت میخواست، مخالف خشونت بود و جمهوری اسلامی. صدها نفر مانند پویا بختیاری ها را به خاک سپرد. ما نه فراموش میکنیم نه میبخشیم. جمهوری اسلامی با هر کشته ای پرونده ننگین جنایات خود را سنگین تر می کند. روز محاکمه نزدیک است. ننگ بر علی خامنه ای سردسته چماقداران جمهوری اسلامی. مرسی. نفر بعدی محمد کاظمی. دوستان خسته نباشید که تو این هوای سرد ما اینجا جمع شدیم در حمایت از مبارزات مردم و به یاد کشته شدگان آبان ماه. چند روز پیش، فکر کنم همین پریروز بود، رویتر اعلام کرد که تعداد کشته شدگان آبان ماه 1500 نفر بودن و جالب اینه که خودشون اعلام میکنن که ممکنه تعداد کشته شدگان بیشتر از اینا باشه، تعداد دستگیر شدگان بالای 7000 نفر. جمهوری اسلامی کور خونده که میتونه با این کشتار مردم رو بترسونه. همین دیروز بود که 16 تشکل کارگری اومدن تو خیابان به حمایت از مبارزات مردم اعلامیه دادن، قطعنامه دادن. اون دوران گذشت که در سالهای 60 میکشتن مردم رو، جوانان ما رو میکشتن و از اونا پول خون میگرفت میخواستن. به همت میدیای اجتماعی هیچ نیروی نمیتونه اتفاقاتی که در ایران داره رخ میده پنهان بکنه. وقتی که پویای بختیاری را کشتن، پدر مادرش اعلام مراسم چهلومش کردن، اونا را فراخوان کردن و گفتن شما ساکت بشین، ما حق دیهشو میدیم. ببینین چطور پدر مادر پویا بختیاری اومدن تو تلویزیون و اعلام جرم کردن و گفتم ما به هیچ وجه ساکت نمیشینیم. من امروز یک ویدیو کلیپی دیدم از یک زن ترک که تمام بدن آدم واقعا به لرزه در می آورد. این شیر زنان، این شیر مردان تو ایران
هیچ کسی جلودارشون نیست. ما اینجا جمع شدیم یک بار دیگر مبارزات مردم حمایت بکنیم و به اونها بگیم ما شما رو تنها نمیذاریم و صدای شما رو به گوش جهانیان میرسونیم. زنده باد آزادی، زنده باد مبارزات مردم ایران، مرگ بر جمهوری اسلامی، مرگ بر جمهوری اسلامی. مرسی محمد کاظمی. مردم ایران این بار فریاد زدن، شعار دادن، این حق ماست در برابر حکومتی که روز روشن مردم را به رگبار می‌بندد. حقشونه، حقمونه که با هر وسیله‌ای در برابر این رژیم جنایتکار اسلامی مبارزه کنیم و سرنگونش کنیم. زنده باد مبارزات شما، ننگ بر جمهوری اسلامی. دوستان، رفقا، کسانی که میخوان صحبت کنن هنوز میکروفون بازه، میتونه در اختیار شما قرار بگیره و من میکروفون رو در اختیار بابک قرار میدم و خدمت شما. مرسی دوستان. تشکر میکنم از تک تک دوستانی که حاضر شدید. امروز سه‌شنبه 23 دسامبر هست، در حمایت از موج اخیر مبارزات 24 دسامبر ببخشید در حمایت از موج اخیر مبارزات مردم ایران و به مناسبت 40 روز در گذشت جان باختگان اینجا جمع شدیم. پدر و مادر پویا همینطور که شنیدید دوستان اشاره کردند 40 روز را اعلام کردند و همه مردم تقریبا با گرایشات مختلف به خیابون میان در پشتیبانی از اینا و در حمایت از اینا. دیروز خانواده پویا را، پدر، مادر، پسرعمو همه را گرفتند، ولی مردم مطمئنیم که درس خوبی به مزدورای رژیم خواهند داد و این موج اخیری که برای سرنگونی کامل جمهوری اسلامی به پا شده، این موج ادامه داره تا سرنگونی کامل رژیم، تا برقراری یک نظامی که در اون دیگه از زندان و شکنجه و اعدام، فقر و فحشا و اعتیاد خبری نباشه، تا اون مردم بتونن خوش باشن، آزاد باشن، شاد باشن، بتونن حزب سیاسی تشکیل بدن، زن و مرد با هم برابر باشن، کسی را به خاطر مذهبش یا بی مذهبیش یا ضد مذهبی بودنش دستگیر نکنن، زندان نکنن. حکومتی که لایق مردم ایران در قرن 21 هست و 40 هستش که با روی کار اومدن این رژیم مردم به مبارزه شروع کردن بر علیهش. و ما حزب کمونیست کارگری از جمله جریاناتی بودیم که هیچ وقت به هیچ کدوم از جناهای رژیم توهم نداشتیم. بودن انسانهایی که فکر میکردن این رژیم میتونه اصلاح بشه یا این رژیم به خاطری که ضد امپریالیست است پس یه ذره باید باش مدارا کرد. ما از جمله جریاناتی بودیم که از اول انقلاب اتحاد مبارزان کمونیست که به حزب کمونیست کارگری نتیجهش به اینجا رسیده، از اول انقلاب با کلیت رژیم مخالف بود و 8 مارس بعد از انقلاب، اولین 8 مارس، بعضی از رهبران حزب کمونیست کارگری از سازمان دهندگان و حمایت کنندگان آن اون برنامه بودند در تهران، در تبریز و جای دیگه. ما تا سرنگونی کامل رژیم، تا سرنگونی کامل رژیم و تا زمانی که در ایران مردم بتونن آزادانه و آگاهانه خودشون سازماندهی کنن، متشکل بشن، متحزب بشن و نیروی رهبری کننده خودشون رو انتخاب بکنن، ما به مبارزه ادامه خواهیم داد و روز پنجشنبه باز در میدان ملی اسمن هستیم. دوستانی که این پیام رو میشنوند لطفاً روز پنجشنبه در میدان ملی اسمن ما از ساعت 4 اونجا خواهیم بود، باز در به مناسبت همین 40 روز که پدر و مادر پویا و دیگر والدین و هم بستگان جان باختگان فراخوان دادن. مرگ بر جمهوری اسلامی. Thank you.